درود میفرستم خدمتتون. حضورتون عرض ادب میکنم هموطنان عزیز و ارجمندم. یکی از نمایندگان مجلس، به اصطلاح نمایندگان مردم، در مجلس گفته است که آقای روحانی بنا به قراردادی که با آمریکای جهانخوار بسته است، تحریم‌های ایران 40 سال دیگر برداشته می‌شود. حرفی از این غیرمنطقی‌تر تا کنون شنیده اید؟ هیچ انسانی که صاحب اندکی خرد است باور می‌تواند بکند که دو کشور مهم دنیا مثل کشور ایران در منطقه خاورمیانه و کشور آمریکا در منطقه جهان، در کل جهان و شرکایش اتحادیه اروپا قراردادی ببندند که بگویند ما 40 سال دیگر تحریم ها را برمی‌داریم؟ چنین افرادی در مجلس نشستند، چنین افرادی برای شما مردم تعیین تکلیف میکنند، کما اینکه در همین بودجه که برای سال جاری به مجلس داده اند، ناگهان در حدود 30 میلیارد دلار از بودجه که باید صرف مناطق محروم برسد، یعنی جاهایی که مردم محروم هستند، از بهداشت، از آب، از لوله کشی گاز، از پزشک، از مدرسه، از آموزش، دولت یک بودجه میگذارد که به این مناطق محروم که خود دولت اعلام میکند محروم، در یه مملکتی دولت برای قسمت هایی که محروم هستند بودجه تعیین میکند. اون وقت این بودجه رو در مجلس برمیدارند و صرف رادیو تلویزیون میکنن، صرف تلویزیون. کدام تلویزیون؟ همان تلویزیونی که وقتی رئیس جمهور با مردم سخن میگوید، رئیس تلویزیون به دلیل وابستگی هایی که با حلقه مرکزی حکومت دارد، نطق رئیس جمهور را پخش میکنند. میگوید نه، این گویندهی که رفته مصاحبه کرده است با رئیس جمهور، ما این گوینده را نفرستادیم، ما انتخاب نکردیم، در واقع و به زبان خودمونی، من یعنی رئیس تلویزیون این گوینده را نمیپذیرم، بنابراین نطق رئیس جمهور را که با ملتش میخواهد سخن بگوید پخش نمیکنم. اوضاع و احوال مملکت این چنین است، شرایط این حکومت این چنین است. اگر دیروز خدمتتون عرض کردم که از وحدت کلمه آغاز کنیم و ببینیم امروز چیز، حرفی به گزاف خدمتتون عرض نکردم. همان وحدت کلمه‌ای که آقای خمینی میگفت در این راهپیمایی دیروز در ایران مشخص شد که دیگر نه تنها وحدت کلمه نیست، اساساً در دل حکومت اسلامی هیچ سنگی روی سنگ دیگر بند نیست. در واقع پایه های حکومت از درون فرو ریخته است. پاره را عقیده دیگری هست که برخلاف آنچه که تصور می کنید که حکومت اسلامی از هم پاشیده است، نه، حکومت اسلامی یک مرکزیتی دارد و آن آقای خامنه ایست. آقای خامنه ای تعمد دارد که میان این گروه های مختلف اختلاف بیاندازد و خود حکومت کند، همان سیاست قدیمی انگلستان که مشهور خاص و عام است، اختلاف بیانداز و حکومت کن. و بسیاری از سیاستمداران در دنیا این عرض کنم نسخه پیچیده شده در انگلستان را رعایت میکنند. پس بنابراین آنها میگویند این چنین نیست که اوضاع به هم ریخته است. هنگامی که آقای روحانی آمد، حرفایی که در مبارزات انتخاباتی خود ظاهرا زد و اقداماتی که پس از آن انجام داده است، آقای خامنه ای را ترسانده که مبادا آقای روحانی دارد گورباچوف اتحاد جماهیر شوروی می شود. وقتی گورباچوف آمد، با اقداماتی که کرد، با موافقت با برداشتن دیوار برلین،
با مذاکراتی که با ریگان انجام داد و تا جای پیش رفت که کلاه کابویی سرش گذاشت، یعنی کلاهی که در واقع سمبل آمریکا یعنی دشمنان اتحاد جماهیر شوروی بود و بدین ترتیب اتحاد جماهیر شوروی را از هم پاشاند. دیگر نامی از اتحاد جماهیر شوروی جز در تاریخ باقی نماند. آقای خامنه‌ای را از همین ترساندن، به او گفتن که اگر مراقب نباشید، اگر مواظب نباشید، این آقای روحانی تبدیل می شود به گورباچوف حکومت اسلامی، یعنی گام به گام تا جایی می رود، تا جایی می رود که حمایت عمومی مردم را به خود جلب کند و آنگاه هست که می تواند حکومت اسلامی را از هم بپاشاند و خود عبا و عمامه از سر بردارد و بشود یک شخص عادی و بگوید من دکترا دارم از انگلستان و من می توانم رئیس جمهور شوم، منتها رئیس جمهور مادام العمر مثل آقای بشار اسد، رئیس جمهور مادام العمر مثل آقای قذافی، رئیس جمهور مادام العمر مثل آقای حسنی مبارک. خامنه ای که از این وسوسه ها ترسیده است، بنابراین به نعل میزند، به میخ میزند. موقعی که رئیس جمهورش اعلام میکند ما سرانجام توانستیم با آمریکا باب مذاکرات را بکشاییم، ناگهان میآید و میگوید آمریکا نشان داد در این مذاکرات که دشمن ماست. آمریکا قصد دارد که حکومت اسلامی را براندازی کند اما نمیتواند چون مردم با ما هستند. یعنی باز به دروغ، به ریا و نیرنگ متوسل می شود. اگر شما باور دارید که مردم با شما هستند، اگر می پذیرید که مردم حامی شما هستند، چرا اجازه نمی دهید یک رفراندوم آزاد انجام بگیرد؟ در همین سال روز 22 بهمن به جای این نمایش خیابانی که راه انداختید، به جای این مسحکهی که برپا کردید از اختلافات در اون حکومت، می گفتید ما امسال به مناسبت 35 سال انقلاب اسلامی انتخابات آزاد برگزار می کنیم و از نظار بین المللی دعوت می کنیم بیاین و نظارت کنن تا دریابند که ملت ایران به واقع حامی ماست. اما چرا این کار را نمی کنند؟ چون به واقع می دانند که ملت ایران به خون این حکومت تشنند و در اولین فرصت این حکومت ضد ایرانی، ضد انسانی را دفع خواهد کرد. همون گونه که در طول تاریخ نشان دادند که مغولها را دفع کردند، نشان دادند اسکندر را دفع کردند، نشان دادند بسیاری از دشمنانی که قدم به سرزمین مقدس ایران نهادند از میان بردن. اما شگفتی اینجاست که در 35 سال انقلاب اسلامی کسی از مردم نپرسید آن عدالت، برابری و برادری که آقای خمینی اعلام میکرد کجا رفت؟ آیا بین ادیان مختلف عدالت برقرار است؟ آیا بین طبقه مستضعف و طبقه نوکیسه اغنیا در امروز عدالت و برابری برقرار است؟ آیا شما با بسیاری از طبقات گوناگون ملت ایران همون گونه رفتار نمی کنید که با این حیوانات زبان بسته ای که اعلام می کنید هفته سگ‌کشی است در خیابان‌های تهران، از صدای تیراندازی نترسید، همون گونه رفتار نمی کنید؟ اندیشیدن با شماست، فکر کردن با شماست، ره باز و دست باز قبل از اون که ایران ما از بین برود. تشکر میکنم از اینکه وقت گذاشتید و به این برنامه توجه فرمودید. تا بامداد فردا همه شما عزیزان را به ایزد مهر می‌سپارم. بدرود.